همکار ما عبدالواید حیدری از پاکستان با ما پیوسته که خبر هم دنبال کرده واحد از درگیری ها بر ما بیشتر بگو خب روز گذشته بر اساس اعلامیه که جبهه مقاومت ملی منتشر کرده روز گذشته بعد از ادای نماز جمعه در جنگجویان طالبان بر دره قاسان از مربوطات ولسوالی ده سلاحی اندراب حمله میکنه و در دو موضع در منطقه دربند کاسطراش و همچنان در جر این منطقه میان دو طرف جنگ شدیدی در میگیره و به اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی تا ساعت شش شام نیروهای طالبا در این دو منطقه توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی محاصره میشه و ساعت شش شام طالبا با استفاده از سلاحهای سنگین محاصره رو میشکنه و ساحه خارج میشه و این دو نقطه این دو موزه و در کل در ری قاسان به دست نیروهای مقاومت ملی میفته و جبهه مقاومت ملی در اعلامیه خود گفته که 11 جنگجوی طالب در این درگیری کشته شده و ده تن دیگر هم زخمی شده در این اعلامیه همچنان ادعا شده که تا ناوقت شب جنگ میان دو طرف در ساحات دیگر ادامه داشته و ویژه در منطقه در مناطق مدرسه قد قطیبیه از مربوطات خواجه بیدار و همچنان قلعه چینکی غورسنگ جنگ میان دو طرف ادامه داره و در نزدیکی های خود ولسوالی دهسلا یندراب هم جنگ جریان داره که جزیات این جنگ شاید بعدا مشخص شود و سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان هم اعلام کرده که روز گذشته در, در ولایت بدخشان، سمنگان، پروان و قندهار بر موازه طالبان حملات خود را انجام داده که در نتیجه چهار نیروی طالب کشته شده و شش تن دیگر زخمی شده اما طالبا در این مورد هنوز هیچ چیزی را تشکر میکنم همکارم بود عبدالوحید حیدری از پاکستان